خانم دوستدار، شنیدیم کاربران صحبت میکنند از افزایش فشارها بر زنان برای رعایت حجاب اجباری، اما ما معمولا شاهد این فشارها بودیم در فصل تابستان به خصوص. اما آیا این دور جدید از فشارها مربوط میشه به همون دوره بودن و فصل تابستان یا دلایل دیگه هم داره؟ قطعا فصل تابستان بهانه خوبی هست برای اینکه این فشارها تشدید بشه. یعنی به هر حال این عامل رو به عنوان یک عاملی که در فصل تابستان افراد رو آسیب‌تر میکنه، تحملشون رو کمتر میکنه به دلیل گرمای شدید هوا، میشه به عنوان یک عامل تشدید کننده در نظر گرفت. اما به نظر میرسه که موضوع داره دوباره یک موج جدید از فشارها رو در واقع حمل میکنه، به این معنا که ما همچنان که در دوره‌های مختلف فراز و فرودهایی در برخورد با موضوع حجاب داشتیم، الان تو دوباره توی اون دوره قرار گرفتیم که قرار این فشارها تشدید بشه و اتفاقا رسما هم اعلام شده. یعنی کمی فکر می‌کنم یکی دو هفته پیش بود که ستاد امر به معروف و نهی از منکر خبر داد که به هر حال بخشای از ابلاغیه‌های برای کنترل حجاب و تذکر حجاب در ادارات و سازمان‌های دولتی مطرح شده، اما می‌بینیم که حتی فراتر از این ابلاغیه ها الان داره در فضاهای خصوصی هم فشارها تجدید میشه. اینکه در یک کافی شاپ یا یک مغازه یا یک به حال محل ارائه خدمات نوشته شده باشه از دادن خدمات به بانوان بد حجاب معذورین، فکر میکنم چیز تازه نیست، هممون به خاطر داریم. اما اینکه به حال الان دایره این فشارها بیاد برسه به محیط های مثلا داروخانه ها یا بعضا برسه به اماکن پزشکی، یک نوع تبعیضش در واقع علیه شهروندان زن هست. اما این دست برخورد ها چه نتیجه‌ای داره، چه حاصلی داره برای حکومت؟ حاصلی نداره جز اینکه ما داریم میبینیم در مقابل مردم هم جسورتر شدن و متاسفانه برخوردهای خشونت آمیز از سمت حاکمیت در واقع تشدید میشه. فیلم هایی که منتشر میشه در شبکه های اجتماعی یا تجربه هایی که افراد به اشتراک میذارن حاکی از اینه که به سادگی تن به این فشارها نمیدن، معمولا برخوردها و مقاومت هایی صورت میگیره و در سطح شهرها به خصوص در شهرهای بزرگ مردم به زنان نافرمانی مدنی میکنن و خب به این مبارزه به این ترتیب ادامه میدن. حاصلش برای حکومت فقط تنها یک وجهه خشنتر و بیرحمتر رو نشون دادنه که به مقاومت بیشتر منجر میشه.